یکی از سایت ها اکتیو اینفورمیشن سورسیز، بر اساس پیام ها، چت ها، گفتگوها. شما میتونید از طریق ارزان موضوع شما که یاهو مسنجر اینا یه سایتی رو بگیرید، شما ارزان موضوع شما که برید داخل فروم ها بشید، انجمن گفتگوها، ببینید اونجا چیکار کنید. حتما نباید داخل این باشه، فروم، انجمن گفتگو. ببینید من الان میرم یه سایتی مثل فروم داره، ببینید یه نفر یه خبری، یه فایلی میذاره، یه درخواستی میکنه، بقیه چیکار میکنن؟ میان بهش جواب میدن. ایشون یه درخواستی کرده، یه سوالی گفته، یه چیزی گفته توی انجمن فروم گفتگوها، بقیه هم اومدن. میتونه بیاد از طریق اینا سرچ کنه، از اینا بخواد کمکش کنن و کمک بگیرید. بعضی موقع دیسکاشن گروپ هم میلینگ لیست، این همون انجمن فروم گفتگوهایی که گفتم، توی گروه ها و فهرست ها میلینگ لیست براتون چیکار میکنه؟ میاره. و از طریق پست الکترونیکی مثلا میاره. یه سایتی هست به اسم allexpert.com، من جزوش هم توی اینترنت گذاشتم، allexpert.com. بسیار سایتی، ما مسلمانی میگیم که چیه؟ all مزایت قانونش یه دونه ال کم داره، all experts. دیکته شما واسه باشید غلط ننویسید مثل من. ما میگیم که چی؟ نشر زکات علم، نشر علمه. ولی واقعا آقای چقدر بهش پایبند هستیم. اینها این بیبی سایت رو درست کرد، میگه all expert، همه کارشناسن، allexperts.com. میگه تو چه مشکلی داری، چه سوالی داری، از کجا، هر کجا. کاش که یه همچین سایتی هم تو ایران سریع راه اندازی کنن. در مورد کودکان میخوایی، در مورد شاپینگ میخوایی، ساینس، علم میخوایی، قدم به قدم میتونی بری جلو. یا میتونی بیای داخل خودش سرچ کنی، خب بنویسی مثلا انگلیش. چقدر به داده من رسیدن اینا، چون من دبیر خوب زبان هستم، خیلی یه سری مشکلاتی برمیخورم. انگلیش میگه در مورد انگلیش چی، سکند لنگویج، کالچر، مهاجرت چی میخوایی سوال بپرسی. مثلا میگم سکند لنگویج، قدم به قدم میاد جلو. میگه خب الان نگاه کنید اینا اسامیشون هست، میگه این خانم، این آقا کمک میکنن به شما، مشخصاتشون نوشته. میگه من دوست دارم هر کس سوالی داره کمکش کنم، سوال تخصصی یا نه تکلیف. خب الان هم اویلیبل در دسترس، از کوشن فقط کافیه سوال بنویسی، از کو اینو کلیک کنی بری سوال بپرسی. خب بعد شما میبینید که میگه که من یه ادیتور مجله ام در انگلیش سکند لنگویج، میتونم کمکتون کنم. خب تو این سایت هم کار میکنم. اینم یه نفر دیگه معرفی میکنه، استاد دانشگاه هستم. اینا میان چیکار میکنن؟ زکات علمشون رو ارزان بزرگ شما که اینطوری پرداخت میکنن. کاش که ما هم یه همچین سایت هایی داشته باشیم. آقا در مورد بچه داری، یعنی چقدر جالب، در مورد همه چی، علوم، ریاضی، خانه‌داری، خرید، مسکن، فرهنگ، آموزش، پول، تجارت، هر کسی در تخصص خودش میاد عضو میشه تو این سایت، میاد چیکار میکنه؟ کمک میکنه. حالا من از ایشون سوال دارم، خیلی راحت میام از کوئسچن رو میزنم. مثلا یه لحظه نگاه کنید، ایشون نوشته آن وکیشن، یعنی دقیقا مینویسه همیالا من نمیتونم جوابتو بگم، من رفتم تعطیلات، کی برمیگردم. اینا انقدر خودشون رو مقیدم میدونن. جایزه‌شون هم چیه؟ هیچی. سوالو من خیلی از اینا استفاده کردم، از این سایت اومدم سوالایی که واقعا گیر داشتم پرسیدم، بسیارم با محبت جوابتو میدن، راهنماییت میکنن، سایت خوب برات میفرستن. فرست نیم، میگه اسمت چیه؟ میگم اکبر ظهیری. میگه ایمیلت چیه؟ ایمیلمو میزنم. خب ایمیلمو مینویسم، در قسمت سابجکت میام میگم مثلا موضوع شرزم موضوع شما که گرامر، چه سریعتر بفهمه چیه. اینجا متنمو می نویسم، سلام دیر نوای عزیزم، ویچ وان ایز، کدوم درسته، فرندلیر اور مور فرندلی، کدوم یکی از این تو گرامر درسته. برای نمونه دارم میفرستم که شما آپشن میتونید انتخاب، میتونید تل می، اگه اینو بزنی یعنی جواب ها میاد، جواب من توی سایت قرار میگیره، اول اکسپرت سرچ کنم و کسی هم میخونه، اگر جواب بهتری داره کمک میکنه، اونم جوابشو من تو ایمیلم میاد که یه نفر جوابتو تکمیل تر کرد. اگه میخواهید keep this question private، اگه میخواهید سوالت خصوصی باشه، توی اونجا نیاد، فقط به خودت جواب داده باشه، اینو میتونی بزنی که من نمیذارم که هر کس ببینه. بعد این کلمه ای که اینجا هست میگه یادداشت کن، تایپ کن که اینجا چیه، که اسمم نباشه، F H دقیقاً نمیبینم، حالا میذارم I agree رو میذارم، send my question، موافقم، سوال منو بفرست. اگه اون ایراد نداشته باشه اون اسپمه، میگه انتی اسپمش غلط بود. بله X U X
O-R-2 اینو میزنم و I agree. موافقم، سوال منو بفرست. اینو میزنید، سوالتون به اون کارشناس میگه you have sent، شما به این سوال رو بفرستادید ارزم بود به allexpert.com، ایمیلتون اینه، میگه مشخصات اون میل مذکرم، نمیدونم زیپ کد، یه زیپ کدی می نویسیم مثلا 1345 مهم نیست، و سال تولدتون، سال تولدتون هم از اینجا مشخص میکنید، مثلا 1980. سابمیت. زیپ کد و 1356 مثلا، یه دونه 6 هم اضافه میکنم زیپ کد برای نظرخواهی خودشون. اینو چیکار میکنن؟ دارن که چند نفر از کجا چطوری فرستاده. حالا این سوال من فرستادم allexpert.com، میرم میلم، رفتیم تو بحث دیگه متاسفانه. ببینید چه اتفاقی میفته. همونطور که میبینید تو ایمیلم میرم، یه دونه از allexpert.com نامه دریافت کردم. کلیک میکنم ببینم این نامه چیه. ریسیت یعنی دریافت، یعنی فقط یه نامه میاد سریع میگه که شما به نوعا ارزم به حضور شما که این نامه رو فرستادید. بعد میگه اگر در عرض 3 روز جواب نامتون، که مطمئنن 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت طول میکشه، خب میگه در عرض 3 روز جواب نامت دریافت نکردی، اینجا پیگیری، حتی پیگیری شکایت هم برای شما گذاشته که در عرض کمتر از 3 روز این نامتون باید چیه؟ جواب داده بشه. بعد یه نامه دوم میاد، حالا توی اینترنت مثلا حالا مونده، بستگی داره، یه روز 10 دقیقه مونده، برای من شده مثلا 3 دقیقه هم جواب در نامه رو دریافت کنم. بعد نامه دوم که میاد کلیک میکنید، میرید چیکار میکنید؟ اونجا میرید جواب و یه کلیک داره، میگه اینجا رو کلیک کن جواب نامه تو ببینید و جواب تو میبینید. بس میبینید که در این سایت ها میتونید شما چیکار کنید؟ کمک بگیرید از اینها، از این افراد، کارشناسان مربوطه، منبع خود سایت. بعضی موقع مثلا وارد سایتی میشید، خود سایت چی داره؟ سرچ داره، هلپ داره، و میتونید از اونجا چیکار کنید؟ استفاده کنید. خب گزینه بعدی که میخوام بگم در مورد سافت ور، نرم افزارهای جستجوه. بعضی از نرم افزارها هستن که شما میتونید چیکار کنید؟ نصب کنید و سرچ رو انجام بدن. اینا تو سایت های مختلف میتونید پیدا کنید. مثل بحث گوگل، برید توی خود سایت گوگل قسمت مور وارد بشید. مور یه دونه گزینه داره به درتون هم میخوره، دسکتاپ. اینو نرم افزاریه که اگر نصب کنید دقیقا شرایطی که تو گوگل دارید سرچش رو اینو دانلود کنید، توی دقیقا همون سرچ رو میتونید داخل فایل های کامپیوتریتون هم داشته باشید. لینک، استفاده از اتصالات درونی سایت ها. بعضی از سایت ها شما وارد میشید، مثلا سایت شریف، من شریف وارد بشم، دانشگاه شریف، میبینی خودش یه دانشگاه شریف یه سایت معتبریه، خودش یه سری سایت های معتبر دیگه ای رو که اینا کار کردن بهش اعتقاد دارن چیکار کرده؟ لینک کرده. ببینید اینا لینک هایی که بعضی دانشگاه ها برای خودشون میارن میذارن، سایت های خوبشون، ارزم حضور شما که کول سایت، نایس سایت، سایت های مختلفی که وجود داره. برای نمونه مثلا من آموزش مفهومی، اگه شما وارد سایت آموزش مفهومی سایت خود من بشید، در یه قسمتی داریم به اسم یادگیری زبان از طریق خبر یا انواع دیکشنری ها. خب من اومدم فقط سایت، مثلا سایت بی بی سی، سایت های خوب خبری، یعنی سایت دقیقا کسی که میاد اینجا وارد میشه دیگه دنبال چرند و پرند نمیره، واقعا چیزایی رو معرفی کردم، کارایی رو آوردم که به درد میخوره، که وقتم رو گذاشتم استفاده کردم و اینجا. بس میتونید از اینا هم استفاده کنید، اتصالات درونی اینها. بریم سراغ مبحث بعدی. یا مثلا یه سایتی مثل سایت دوستمون که گفتیم انوری، که میرید اینجا خودش اومده چیکار کرده؟ یه سری سایت های خوب برای اینایی که میخوان دسترسی کنن، دسترسی داشته باشن، چیکار کرده؟ به اسم کول لینکس، خیلی سایت ها دارن کول لینکس. کول جا معنی خنک نیست، معنی اینترستینگ، جالب. اومده طبقه بندی کرده، میگه سایت های خوب و
بر اساس ارزم به حضور شما که طبقه بندی شده های خاصه، بیزینس، کار، دیلی، فارسی، مثلا سایت های فارسی، طبقه بندی فرند، دوستان، نمیدونم فان، جالب، بس میتونید از اینها هم چکار کنید، به لینک های مختلف دسترسی